خب تار و پود هستی هم بر باد رفت اما نرفت، عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه. قرار شد چیکار کنی؟ قرار شد با نگاهمون رو به هستی، به زندگی، به کائنات، به آسمان، به کهکشان، به دورور خودمون، به تاریخ تغییر بدیم. این یکی از راه های پوست انداختن جامعه امروز ماست. خوشبختانه این اتفاق در ایران افتاده، در بین نسل جوان نگاه خیلی تغییر کرده، خیلی رسوبات تفکرات گذشته در نهاد ما بود که امروز دیگه از صفحه ضمیر ما حذف شدند و پاک شدند و محو شدند. این خودش یک گام به جلو. با دکتر اسلام نوذری هستیم، سمیران ارجمندم در همین منزل. دکتر نوذری عزیز درود بر شما. حال شما؟ خوب هستم. خب خوشحالم مجددا شما رو میبینم. بحث هفته ما که فوق‌العاده بود، اجازه بدید که این بحث رو دنبال بکنیم. دکتر نوذری امروز سوال ما درباره باکتری ها و در فضاست. باکتری ها در، چون قرار نیست که فقط باکتری ها در روی کره زمین پیدا بشن، گرچه انسان دهه هاست که دنبال موجودات دیگر میگرده در فضا، همینطور در کهکشان های دیگه. میخواستیم در این زمینه با آخرین به اصطلاح تحقیقات و پژوهش ها آشنا بشیم. سرپا گوشیم. از نظر علمی احتمال وجود حیات ابتدایی در سیارات دیگه یا در کهکشان های دیگه خیلی بالا هست، و برای که بدونیم چرا بیشتر زیست شناس ها معتقد هستند که حیات در جاهای دیگه هم وجود داره، حداقل حیات ابتدایی، بایستی به تاریخ باکتری ها روی کره خودمون یک نظری بکنیم، و این کار رو من الان سعی میکنم انجام بدم. اول برای داشتن یک باکتری ابتدایی ما نیازمند به آفتاب نیستیم. همینطور برای داشتن یک حیات ابتدایی، یک سلول، یک تک سلولی که زنده هست، که تغذیه میکنه و میتونه تولید مثل بکنه، ما نیازمند به اتمسفر هم نیستیم. اما چهار عنصر اصلی حداقل روی کره زمین نقش مهمی بازی میکنن: کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن. و از میون اینها کربن جای خاصی داره، به خاطر اینکه اتم کربن انعطاف پذیر هست و هم میتونه با خودش ترکیب بشه، مولکول های بزرگتری رو ایجاد کنه، اما به خصوص میتونه با اتم های دیگه ایجاد مولکول های عالی بکنه و باعث ایجاد آمدن اسید امینه بشه، که اسید امینه آجر پروتئین هست و پروتئین هم آجر ساختار ما هست. یعنی ما اگر پروتئینی نبود ما هم نبودیم، آجر بدن ما هست. اگر ما برگردیم به چند میلیارد سال پیش، روی کره زمین اتمسفری نیست و کره زمین اکسیژن هم نداره، یه گوی آتش هست و میلیون ها سال مورد تهاجم این شاسنگ هاست از جاهای دیگه. اما با این وجود وقتی که ما به میکروب ها نگاه میکنیم و از طریق علم جدید سن اونها رو بررسی میکنیم، تاریخ حضور اونها رو روی کره زمین بررسی میکنیم، سنگ های قدیمی کره زمین رو بررسی میکنیم و سنگواره ها رو و فسیل ها رو، میبینیم که عمر این باکتری ها برمیگرده به حدود 4 میلیارد سال پیش. و برای چند میلیارد سال، حدود 3 میلیارد سال، ما فقط این باکتری ها رو به عنوان حیات ابتدایی روی کره زمین داریم، هیچ چیز دیگری نیست. اما باکتری چی هست؟ باکتری یعنی تک سلولی، فقط یک سلول هست و این سلول در درونش دی ان ای هست، رمز حیاتش هست، ژن هاش هستند، میتونه تغذیه بکنه و میتونه تولید مثل بکنه. به مرور زمان از صدره سر این باکتری ها حجم اکسیژن در روی کره زمین بالا میره تا جایی که از 1% میرسه به 20%،
و اون موقع هست که کره زمین برای همیشه دگرگون میشه. کره زیبای آبی رنگی رو که ما امروز داریم از لطف این بکتری ها هست، از صدقه سر اونها هست. و بعد به ناگهان حیات یک جنبش تازهی به خودش میگیره، موجودات چند سلولی به وجود میان، موجودات پیچیده تر به وجود میان. یعنی این دگرگونی در اتمسفر کره زمین، پدیدار شدن اوزون، ایجاد اتمسفر، همه باعث میشن که بناگهان دگرگشت یک سرعت خاصی به خودش بگیره. حالا در همین کره زمین خود ما، اگر شما در قعر اقیانوس ها برید، هزاران بار بیشتر از سطح معمولی دریا فشار هست، اما شما بکتری ها رو میبینید. زیر دریایی ها به راحتی نمیتونن اونجا دوام بیارن، متلاشی میشن، اما بکتری ها رو شما میبینید. این موجودات ظریف رو، این موجودات لطیف، قابلیت رشد دارن در اعماق اقیانوس ها. حالا اگر شما به جاهایی برید که مواد رادیواکتیو هست، باز هم در اون جاها ما بکتری ها رو میکروب ها رو میبینیم، از بین نمیرن. اگر شما حالا برید به عمق زمین، حفاری کنید 100 متر، 200 متر، 400 متر، 500 متر، 600 متر، برید در قعر زمین، در دل خاک، بکتری ها رو میبینید. نور آفتاب به اونجا نمیرسه، اتمسفری هم نیست، اما بکتری ها رو شما اونجا میبینید. بنابراین در سخت‌ترین شرایط روی همین کره خاکی ما حضور اونها رو میبینید. فشار بیش از حد، نبودن اتمسفر، مواد رادیواکتیو و حتی آب جوش. شما ما جاهایی داریم که آب جوشان هست، اما شما بکتری هایی رو میبینه که اونجا دوام میارن. حتی ما جاهایی داریم که مواد سمی هستند، مثل مواد سمی ناشی از گوگل یا گاز کربونیک، اما بکتری ها در طول دگرگشت خودشون از این مواد سمی استفاده میکنن برای تولید انرژی. همون کاری رو که برای کره زمین کردن، و اسم اون واکنش رو که واقعا برجسته ترین واکنشی هست که روی کره زمین اتفاق افتاده. اگه ما بخوایم مدال طلا بدیم به یک واکنش از میلیاردها واکنشی که هر روز انجام میشه، اون جایزه واقعا میرسه به فتوسنتز. یعنی واکنشی که در یک سرعت غیر قابل تصور انجام میشه و یک ماده سمی که گاز کربونیک هست، یک میکروب قادر هست که اون رو تبدیل بکنه به قند، و این میکروب قند رو به کره زمین هدیه میده. و قند یعنی انرژی، و انرژی یعنی شروع گوناگونی هم روی کره زمین، تنوع روی کره زمین، و گوناگونی در موجوداتی که روی کره زمین هستن. بنابراین اگر ما بخوایم از نظر علمی به این مسئله بررسی کنیم برسیم، احتمال این که در سیارات دیگه ما حیات مشابهی نداشته باشیم، شبیه به تکسلولی ها، بسیار کم هست. یعنی احتمال داشتن حیات در جاهای دیگه بسیار بالا هست. بسیار. تقریبا نزدیک به بالای 99% هست به اعتقاد شخصی من. جالبه، جالبه. بنابراین شما فرض کنید در یک سیاره بدترین شرایط باشیم، شرایطی که ما در جایی در کره زمین میبینیم، بنابراین اون نمیتونه مانع حضور بکتری ها بشه. و اگر بکتری ها بتونن دوام بیارند، اونها جد بزرگ همه ما هستن، و جای پای اونها رو هنوز هم در تک تک سلول های ما میبینید. شما جای پای اونها رو در تک تک سلول های موجودات عالم میبینید، و حتی در گیاهان، در درخت ها. دوستون رو خب به این چرچیب، اگر فاکتورهای حیاتی که روی کره زمین هستن یک جوری انتقال پیدا بکنن به کرات و سیارات دیگه که احتمال وجود باکتری در اونجا خیلی زیاده بنابر فرموده شما، و اینا با هم آمیزش بکنن، خب احتمال داره که ما با پدیده‌های حیاتی جدید روبرو بشیم، نیست؟ اگر حیات در جاهای دیگه وجود داشته باشه، بعدن که وارد دگرگشت میشه و تحول و دگرگونی، الزاماً ختم نمیشه به یک چیزی شبیه به انسان. برست. همونطور که از نظر علم آمار احتمال داشتن حیات در سیارات دیگه بسیار بالا هست، احتمال داشتن حیاتی شبیه به ما بسیار پایین هست.
ممکنه موجوداتی باشن که کاملا با ما متفاوت باشن و حتی از ما پیشرفته تر. چون وقتی که دگرگشت شروع میشه، احتمال این که اون شاخه های جانبی اون به اون طریقی پیش برن که عاقبت الامر یک چیزی شبیه به ما درست بشه، هی کمتر و کمتر میشه. با توجه به این که انسان در طول دگرگشت خودش عقبگرد کرده، مگر در مورد مغزش و انگشت شست. یعنی زاویه 90 درجه بین انگشت شست و چهار انگشت دیگه یک حادثه بزرگ هست. به ما امکاناتی رو میده که قبلا نداشتیم. تماس با انگشت های دیگه، زبردستی، ایجاد ابزار، یک تحول بزرگ. درست. اما مغز انسان هم همینطور. اما این دوتا رو که شما کنار بگذارید، در زمین های دیگه ما پیشرفت نکردیم. اگر امروز به لطف پزشکان ما نبود، به لطف پزشکان اطفال، به لطف پزشکان متخصصی زنان، بسیاری از بچه ها حتی به دنیا نمی اومدن. اگر امروز حتی به لطف روانشناسان ما نبود و روانکاوان ما نبود، بسیاری از انسان ها حتی نمیتونستن از نظر روانی دوام بیارن. یعنی ما نقاط ضعف بسیاری داریم و نقص های بسیاری داریم، چون دگرگشت معناش به معنی پیشرفت نیست، به معنی گوناگون شدن هست و ما یه چیزهایی رو به دست آوردیم، یه چیزهایی رو از دست دادیم. بنابراین احتمال اینکه حیات پیشرفت بکنه در سیارات دیگه، کهکشان های دیگه هست، اما احتمال اینکه شبیه به ما شده باشن به اعتقاد من کم هست. تشکر میکنم، فوق العاده آموزنده. بنابراین همیهنانم، ما با تطور روبرو هستیم، یعنی طوری به طوری دیگر شدن، با برگشت نه با تکامل. بارها در این زمینه توضیح داده شده و این بار هم که همه ما شیرفهم شدیم. در نتیجه اجازه بدید که کلاه از سر برداریم. احترامات فائقه برای باکتری ها که پدر جد ما هستن. اگه اونا نبودن در روی کره، در کره زمین اول اکسیژن پدید نمی آمد، بعد شرایط حیات برای پدید آمدن انسان به وجود نمی آمد. درسته؟ دقیقا همینطور است. و همینطور اتم کربن. اتم کربن. خب دوشون مدار طلا هم اتم کربن باستی بگیره. یکم اتمسفر. اتمسفر رو باکتری ها برای ما ایجاد کردن. دقیقا. اهمیتش در چی؟ به لطف اونا حجم اکسیژن رفت یکو به 20 درصد رسید. و وقتی که من میگم یکو، این میلیون ها سال طول کشید. کاملا درست. خداحافظ دکتر نوذری عزیز، تا برنامه آینده. تا برنامه آینده. ممنون هستم. خب همیانان ارجمند، دارم بریم سراغ دفتر خاطرات آقای دکتر محسن سازگارا، نظریه پرداز، یک شخصیت صاحب نظر، تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا، هاروارد، که امروز در کانون قدرت زندگی میکنن، یعنی واشنگتن دی سی. دکتر سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمتون آقای میبودی و باز هم تشکر میکنم از اینکه این جلسات رو گذاشتید تا کمی به گذشته برگردیم و مروری بکنیم. باز شما سپاسگزاریم. دکتر سازگار، اگه به خاطرتون باشه بار دیگه ما رو بردید به سال 1350، یعنی رسیم به اونجا و بعد توصیه مادر که محسن هر کاری میخوای بکنی بکن، اما آخون تو این خونه نیاد. چرا؟ مگر با چیا مگه مرتبط شده بودید؟ با کدامی که از روحانیون؟ من از سال 50 که در واقع تصمیم گرفتم نماز بخونم، روزه بگیرم و مبادی به آداب اسلامی بشم، 16 سالم بود. و بعد هم این رو هم بگم که دو سال قبل از اون، کلاس نهم که بودم، اولین تجربه سیاسی من کردم سر اون ماجرای گرون کردن بلیت اتوبوس شرکت واحد. کلاس نهم دبیرستان البرز میرفتم اون موقع و دیدم که اون روز که همه تصمیم گرفته بودن سوار اتوبوس نشن، خیلی تجربه دلچسبی بود برای من. شاید جاذبه سیاست همون روز من، جادوی سیاست منو جذب کرد و دخالت در یه حرکت بزرگ مردمی و یه وظیفه برای خودم احساس میکردم که مردم رو همه رو وادار کنم سوار اتوبوس نشن. و برحال تا غروب اون روز هم نشده، به دستور شخص شاه عوض شد و حکومت دوباره
شهرداری بلیط رو برگردون به قیمت سابق. چقدر بود قیمت قیمت سابق چقدر بود و بعد قیمتی که تعیین کرده بودن قیمت جدید؟ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 2 ریال بود، شده بود 5 ریال و در اون حدودا. نه 2 ریال دو تا 2 ریال بود، شده بود 4 ریال. 4 ریال. بعد 2 ریال شد. 2 ریالش یادمه برای اینکه بلیطا می نوشتم 2 ریال و برگشت سر جاش البته. ولی من کلاس 12 رو که پشت سر گذاشتم و وارد دانشگاه صنعتی آریامهر اون روز و شریف امروز شدم، سال 1352 در حلقه درس 2 تن از آقایون روحانیون به همراه چند تن دانشجوی دیگه از دانشگاه صنعتی، دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگه شرکت می‌کرد. یکی مرحوم آقای حاج مجتبی تهرانی بود که همین اخیراً هم فوت کرد. ایشون امام جماعت مسجد جامع بازار بود، به قول خودش 7 نسلش آخوند بود و خیلی روحانی مبرزی بود در تهران. به هر حال چون امام جماعت مسجد بازار هم بود، نفوذ بالایی داشت، به اصطلاح جزو اون 10 روحانی بود که به اشعره مبشره معروفن، یعنی امام جماعت مساجد بزرگ و پر وجوهات که اینا اگر دست میذاشتن هر کسی رو میگفتن مرجعه و به مردم میگفتن ایشون اعلم ازش برین تقلید کنیم، به دلیل وجوهات بزرگی که دستشون بود اون آدم مرجع سرشناس و پرقدرتی هم میشد. حاج مجتبی درس فقه و اصول و اینها در اون مدرسه علمی خودش در بازارچه نایب سلطنه میداد، اما ما تعدادی از دانشجوها رفتیم ایشون رو تشویق کردیم که درسای تفسیر قرآن و درس اخلاق ایشون بگه 2 شب در هفته، که بعدها من البته خب رفتم خارج بعد از انقلابم دیگه، حاجی منو خیلی آدم سیاسی میدونست و کمتر دیگه فرصت بود که باهاش رفت آمد داشته باشم، ولی اون درس ها ادامه پیدا کرد تا همین 2 سال پیش که ایشون فوت کرد. و البته این آخر عمری هم حاج مجتبی تهرانی مقدار زیادی بچه های وزارت اطلاعات و این تیپا بهش مراجعه می کردند و ازش نظر می خواستند، ولی به هر حال روحانی مستقلی باقی موند. بعد از انقلاب هم مسئولیت هایی که بهش گفته بودن مثل شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی غیره نپذیرفت، همون امام جماعت مسجد جامع بازار موند و از روحانیون پرنفوذ و پرصلابت تهران. نفر دوم آقای حاج آقا باقری بود که از شاگردان آیت الله باقری، که از شاگردان مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر در عراق بود که کاملا نهله دیگری بودند. یعنی اگر حاج مجتبی تهرانی همدرس آقا مصطفی خمینی و در شاخه آقای خمینی بود و مدافعین انقلاب، آقای باقری جزء کسانی بود که سال 50 صدام حسین از عراق بیرون کرد، شیعیان فوج فوج روحانیون و غیر مردم عادی شیعه را از عراق بیرون میکرد، به تهران آمده بود ایشون و در یک مسجد کوچکی در خیابون شاه‌آباد امام جماعت شده بود. چند سالی هم بود و البته بعدن ایشون به کویت رفت قبل از انقلاب. ولی چون شاگرد آقای صدر بود و مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر به هر حال کسی بود که کتاب اقتصاد ما و فلسفه ما رو در جوونیش نوشته بود و حرفای نوعی داشتن نسبت به روحانیون سنتی و ایشون هم خودش بسیار خوب رفتار میکرد با جوونها و زندگی میکرد و نشست و برخاست میکرد. ما یک حلقه چند نفره 7-8 نفره از دانشجوها بودیم که با ایشون تفسیر قرآن و تاریخ اسلام کار میکردیم، مرور میکردیم و بیش از این هم که حالا درس بخونیم و کار بکنیم شاید یک دوره یکی 2 ساله‌ای زندگی هم با هم میکردیم، مسافرت میرفتیم میومدیم. به هر حال شخصا خیلی یاد گرفتم، به خصوص آشنایی با آثار مرحوم صدر برای من ذی قیمت بود، برای اینکه آقای صدر به هر حال مشرب
فلسفی هم داشت و روحانی مبرزی بود و حیف شد که بعد از انقلاب آقای خمینی در واقع به ایشون گفت شما بمون حوزه نجف و چند ماهی هم نگذشت که صدام حسین او و خواهرش رو کشت و مرحوم صدر تازه در سنین 50 سالگی بود و میتونست خیلی خیلی در تغییر فکر اسلامی حتی دست کم فکر شیعه روحانی موثری بشه صدام باقر صدر، ولی در حال اینطور شهید شد به دست صدام حسین. دو تا سازگاه ببخشید، این جلساتی که برگزار میشد در محل دیدارها کجا بود؟ تو خود مسجد بود؟ بله، توی یه مسجد خیلی کوچیکی تو خیابون میر محمود وزیر دم سرچشمه، مسجد یه اتاقی بود توی کوچه فرعی تو کوچه میر محمود وزیر. با آقا باقری بیشتر جلسات اونجا تشکیل میشد، صبحهای زود که یه نون و پنیری هم صبحونه میخوردیم و بعدم میشستیم یه دو سه ساعتی به بحث و درس و سوال و جواب. ولی حاج آقای مجتبی تهرانی جلسات رو بیشتر در مدرسه علمیه خودش اون تاریخ میذاشت، در بازارچه نایب سلطنه. بعدها البته اون جلسات اخلاق و قرآن ایشون منتقل شد به یک منزلی بزرگی در خیابون ایران، در یکی از کوچه‌های خیابون ایران. و محور بحثا اخلاقیات بود، طاعات و عبادات بود، یا اینکه انقلاب، انقلاب اسلامی بود، چی بود؟ نه نه، حاج آقا باقری که بحث عرض کردم تاریخ اسلام درس میگفت و تفسیر قرآن، و حاج آقا مجتبی تهرانی هم اخلاق میگفت و تفسیر قرآن. ولی خب ماها چون نزدیک بودیم، آقای مجتبی تهرانی، آیت الله مجتبی تهرانی آدم سیاسی بود در به اصطلاح کریر شخصیش، در حال شاگرد آقای خمینی بود و از ناراضی های علیه شاه بود. من همون موقع ها با آقای ناطق نوری هم آشنا شدم که ایشون در همون کوچه میز محمود وزیر زندگی میکرد و واعظ شجاع و زبردستی بود آقای ناطق نوری، و بسیار هم چابک بود ایشون. من یادمه مثلا با ماشین ایشون اگر این طرف اون طرف میرفت یه پیکانی داشت، معمولا طاقت نمی آوردی از بس که تند و چریکوار ایشون رانندگی میکرد. گاهی صبح میرفت مثلا شمال ظهر نشده برمیگشت، بسیار فعال بود. ما هر وقت آقای ناطق رو میدیدیم با هم رد و بدل اعلامیه میکردیم. ایشون یه ساکن کوچیک داشت پر از اعلامیه های انقلابی از طیف‌های مختلف بود، ما هم از دانشگاه و این طرف اگر داشتیم با ایشون رد و بدل میکردیم. هیچ هم به فکرتون رسید که مأمن بشید؟ به دست حوزه مثلا برید حوزوی بشید و مأمن بشید و اینها؟ این میل در شما نبود؟ نه. این یکی توی من نبود، برای اینکه خب داشتم مهندسی میخوندم و من مهندسی و به خصوص فیزیک رو خیلی دوست داشتم و ریاضیات رو. بعدم میدونستم که درسای رسمی حوزه فقه و اصول و بسیار خشک و خسته کننده است. ما بیشتر بحثای تفسیری و تاریخی و کلامی به خصوص میکردیم که خب جذابه. تو حوزه علمی ها میبودی از این بحثای خبری نیست. بله، در درسای رسمی حوزه اساسا تفسیر و تاریخ و اینا غایبه، فلسفه و اینها جایی نداره. درس حوزه رسما فقه هست و مختصری هم اصول. خب این عشق علاقه شما به فیزیک و ریاضیات و علوم دقیقه، این تناقضی که وجود داشت بین علم و ایمان، هیچ وقت شما رو گرفتار نکرد نظر فکری؟ کاملا در همون دوره، شاید اگر ضبط ما میکردیم بیشترین بحثا با همین آقایون روحانیون هم حول همین موضوعات میچرخید و بحثای علوم جدید و علوم قرآنی و مبانی فکری. من البته اونجاها پاسخی پیدا نکردم خیلی، یعنی پاره مشکلات فکری حل نشد، اگرچه موج دکتر شریعتی، یعنی من وارد دانشگاه صنعتی که شدم موج دکتر شریعتی که حسینی ارشاد تعطیل شده بود و شریعتی به زندان افتاده بود، بعدم دیگه تحت الحفظ بود تا حدی، ولی کتاب‌های دکتر شریعتی به اصطلاح چاپ چریکی میشد، جلد سفید، تعاونی دانشگاه صنعتی یواشکی
چاپخونه پدر یکی از بچه‌ها چاپ می‌کردن و ممنوع بود چون و واقعا شاید چند ده هزار کتابای دکتر شریعتی چاپ می‌شد و از طریق بچه‌های دانشگاه صنعتی به دانشگاه‌های دیگه می‌رفت، توزیع می‌شد و موج مرحوم شریعتی رسیده بود به دانشگاه‌ها و اون شور و حرارت شریعتی و اون آهنگی که در کلماتش بود، احساساتی که به خرج میداد و در واقع مرحوم شریعتی اون کاری که میخواست بکنه کرده بود، یعنی میخواست از شیعه یک ایدئولوژی انقلابی بسازه و از اسلام یک قرائت ایدئولوژی که انقلابی ارائه بکنه، موفق شده بود و طبیعتا جوانانی در سن سال اون روز من بیش از هر چیزی انقلاب فکر میکردن و این دقیقه های فکری هنوز خیلی خودشو نشون نداده بود. البته شاخه‌ای که مجاهدین خلق رو تشکیل داده بود، اگرچه جنبش مسلحانه اسلامی، جنگ چریکی اسلامی در واقع در حال ذهنیت همه جوانان انقلابی مسلمان بود در اون روزگاران و کمونیست البته، ولی من شخصا از همون سال 52 به دلیل آشنایی که با آراء این روحانیون داشتم، آثار صدر رو خونده بودم و شاید بشه گفت قدری هم سنتی تر از مثلا تیپ مجاهدین خلق بودم، با یک سری فکرای اینا در دانشگاه صنعتی مشکل پیدا کرده بودیم. یعنی اون جور اختلاط امتزاجی که در آراء بنیانگذاران اون سازمان به تدریج شکل گرفته بود در اختلاط امتزاج با مارکسیزم و یه نوع به قول رژیم میگفت مارکسیست اسلامی، یه جور اقتصاد کاملا مارکسیستی به زبان ساده که عسکری‌زاده نوشته بود یا کتاب راه انبیا راه بشری که خود محمد حنیف نژاد نوشته بود و اینها من دست کم باهاش مشکل فکری از همون سال 52-53 داشتم و خط‌کشی که تیپ ماها با مارکسیستا داشتیم و مجاهدین خلق نداشتن. خب همیارانم هنوز دو دقیقه وقت داریم، با شخصیت طرفیم در کمال صراحت و تحور داره تمام اون چیزی در گذشتش روی داده با ما صحبت میکنه، اونا رو گوشته روی میز. خیلی صمیمانه من از این سپاسگزارم از آقای سازگارا، البته جزیرم انتظار نمیرم. یک سوالم اینه که خب از همون موقعی که نام شریعتی مطرح شد و خب آوازه‌ای پیدا کرد در محیط‌های دانشگاهی به ویژه در بین جوان‌هایی که گرایشات مذهبی داشتن، اساتید حوزه نگاه محبت‌آمیز نسبت به او نداشتن، نق نق زدن‌ها شروع شد. می‌خوام ببینم که این آقایونی که شما نزدشون بودید، چه آقای باقری چه آقای تهرانی، اونا نظر خاصی نسبت به آقای شریعتی داشتن یا نه؟ یک دقیقه بعد اصلا خوب نبودن با آقای شریعتی. نبودن خوب؟ نه خیر، اصلا خوب نبودن، برای اینکه تندی های دکتر شریعتی در به خصوص اون کتاب تشیع علوی، تشیع صفویش، آقایون هرگز باهاش خوب نبودن. ببینید دکتر شریعتی به نظر من بعد از این که خودش هم میگه از اونایی که انتظار داشتم منو تحویل بگیرن بیشتر از همه ضربه خوردم، روحانیون رو میگه و بعدم به نظر من ایشون اون تشیع علوی صفوی رو که روی تابلو حسینی ارشاد اعلام کرد، من بعدها شنیدم از دوستان ایشون، میدونستن دوستان نزدیکش که میخواد بیاد و یک جواب و ضربه محکم به روحانی ها بزنه و به نظر من شریعتی از اونجایی که بالاخره آدم تئوری سازی بود و بلد بود چجوری تئوری سازی بکنه، کاری ندارم حالا ممکنه محل چالش و انتقاد امروزه باشه در یک دقت فکری با شریعتی، ولی خوب شریعتی تئوری می ساخت. اومد هر چی که یه کانسپت و مفهوم تاریخی رو گذاشت به نام تشیع علوی و تشیع صفوی رو گذاشت در مقابلش، اون تزی که نهضت به نظام تبدیل شد در تشیع، بعد هر چی که خودش می گفت رو کرد تشیع علوی و هر چی که آقایون روحانی گفتن کرد تشیع صفوی و در واقع ضربه خیلی محکمی به نوع تفکر این آقایون روحانیون زد شریعه. تشکر میکنم، گفتگو رو پی میگیریم. ملازم فهمید فوق العاده شنیدنی و جالب، خاطرات یک نسل، اونم در بحبه انقلاب یا شبهای انقلاب.
امیر درخشان عزیز تشکر میکنم که برنامه رو به خوبی هدایت کرد دکتر سازگارا، خداحافظ شما تا برنامه آینده.